سیلی رحم، محبت خیش تبار، برکت در رزق، برکت در عمر و هم از امرهای بزرگ دین اسلام است. از طاعتی که باید با آن شتاب کرد، زیرا ثواب آن در این دنیا پیش از آخرت است و آن سیلی رحم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس می خواهد رزقش زیاد و عمرش دراز گردد، پس باید پیوند خیشاوندی را رعایه کند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. سیله رحم با زیارت و احسان به خیش و تبار انجام می‌یابد و با قدر امکان به آنها خیر و فایده برساند و بدی و ضررها را از آنها دور گرداند. از خیش و تبار کسی بیمار گردید به عیادت آنها رود و به فقیرانشان چیزی از مال صدقه بدهد و در معرکه ها و خرسندی های آنها اشتراک بکند و در غم و اندوهشان شریک باشد. و اینچنین آن چیز بین مردم در این زمانه معروف مشهور است، زنگ زدن به واسطه برنامه های شبکه های اجتماعی به نزدیکان و خیش و تبار خود. و پیوندی خیش و تباری که آن به ما واجب است، آنها نزدیکترین شخصان و فرزندان آنها می باشند و مثل پدر و مادران، پدر کلان و مادر کلانان، پسران و دختران، فرزندان پسر و فرزندان دختر، برادران و خواهران، عمک ها و عمه ها، تقاها و خاله ها و هم پسران و دختران آنها. همه اینها به قدر نزدیک بودنشان حق پیوندی خیش و تباری دارند. بدانید که سیله رحم تنها مکافات و خیر و ثواب نیست، بلکه آن یک عبادت مستقل است. پس آن خیش و تباری که سیله رحم را قطع کرده است، تو به آن پیوند خیشاوندی را آغاز بکن. آن چیزی که دیگر خیش و تبار من کرده بودند تو عطا فرما. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند وصل کننده راستین پیوند خیشاوندی کسی نیست که به خاطر علاقه که خیشاوندانش به او دارند به آنها علاقه برقرار میکند، بلکه سیله رحم کننده کسی است که وقتی با او قطعی علاقه میکنند علاقه اش را به آنها حفظ می نماید. حدیث با روایت امام بخاری. بنابراین اگر با او قهری شوند زود او حرکت پیوند شدن را میکند. همچنان که سیله رحم سبابی بزرگ دارد، قطعی آن نیز عذابی بزرگ دارد. از جبیر ابن مطعم رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند قطع کننده سیله رحم داخل بهشت نمی گردد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم.